از سوره هایی رو میبینید که خیلی خوبه، مثل قصار و سور، سوره های کوچک آخر قرآن رو اگر میبینید خیلی قشنگه، همش شعر. اونها خسروانی های آریایی ایرانی زرتشتی است که سلمان پارسی به عربی ترجمه کرده به محمد داده. از شمس کورت و از نجوم این کدرت و از الوحوش و حشرت و از المعودت و سعیرت به اینا. این شعر خسروانی هست که مال ایرانی هست. دلیلش همینی که من براتون خوندم، یکیش البته در قرآن سرودی به سبک پارسی و در کتاب دینداری و خردگرایی سیاوش ارسطویی اینا رو شرح داده. ببینید میگه از شمس کورت، سلمان پارسی چون پارسی به هر حالتی باشه واژه پارسی استفاده میکنه وقتی نمیتونه عربی استفاده کنه. کورت یعنی کور شدن، از واژه پارسی کور گرفته شده، ولی کور در زبان عرب میشه اعما. اینجا اگه میخواست بگه از شمس اعما اصلا جور در نمیومد، قشنگ بشه باید بگه از شمس کورت و از نجوم قدرت. واژه ها پارسیه. پس اگر در اسلام شما یه چیزی میبینید خوبه در قرآن، مثلا ما همه قرآن رو نفی نمی کنیم، قصار و سور همش زیباست، بخاطر اینکه قصار و سور خسروانی های آریایی است که پلید سلمان پارسی ترجمه کرده به عربی داده به محمد. بعد در همین قرآن سوره به سبک پارسی که من نوشتم اونجا نوشتیم که در از یهودیت محمد چیز یاد گرفته، واژه های یهودی توشه، واژه های آرامی توشه، واژه چه، یعنی موارد علمی اگه باشه که با علم بخوره مال کسی دیگه است که گرفته، مال خودش نیست. خود محمد اشتباهات فاحشی در قرآن داره، مثلا میگه هامان و جنود و هما. هامان رو از فرعون داره صحبت میکنه و میگه این هامان نخست وزیر فرعونه، با یکی اشتباه میکنه. هامان نخست وزیر شاه ایرانه که این پوریم هم از یهودی دارن، این اصلا ربطی به مصر نداره ولی نمیدونسته. میگه انظر از شمس و کی نه بب از ان الارض الارض کیف سطحت، میگه ببین زمین چی صاف آفریدیم، چون صاف میبینید صحرا رو فکر میگه اونجا هم صافه. خیلی چیزای غیر علمی داره. حالا پس این تا اینجا. بعد شما در نظر داشته باشید که ایران همش علم و دانش بوده، یعنی اگر یه چیزی داره اسلام که به درد بخوره مثل تاریخ، تاریخ ایرانی ها براش درست کردن، گفتن روزی که محمد فرار کرد از مکه رفت به مدینه تاریخ باشه، تاریخ داشتن. گرامر اگه تو زبان عرب هست ابن سیوه ایرانی نوشته، علم نداره. ایران من نمیگم بچه ها، بچه مسلمان های عزیز من نمیگم، آیت الله جزایری میگه، 20 دقیقه صحبتش هست تو اینترنت بزنید گوش کنید، آیت الله سید عبا عمامه ریش. بعد آیت الله کمال هیدری دارید، الان زنده است، 10 سال اومد تو تلویزیون جمهوری اسلامی تبلیغ اسلام رو کرد، الان برگشته به خط اهورایی و خط اوستایی، راه روش داره، میگه که همه اینا چرت، اینا علم و دانش و چیزی نداشتن بچه ها اینا. نه، ایران همه چیز داشته، دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. و وقتی هم که میومدن به دربار فرمان روای آریای ایرانی، ایرانی نمیرفت به جنگ قتل عام کنه، سر به بره فلان کنیز بگیره، برده بگیره، یه دونه برده ما نگرفتیم، برده داری در فرهنگ ایران نبوده. خود اونها میومدن تخت جمشید رو نگاه کنید، با هدایا میومدن، مثل که الان مردم ایران آمریکا میومدن، آمریکای ایران میگفتن ما چاکر تیم هوای ما رو داشته باش، ایران از اونا پشتیبانی میکرد. اما ایرانی بایستی از فرهنگ و تمدن خودش پیروی بکنه. ما الان بدبختیم بچه ها، بچه ها بدبختیم، نذاریم بیان این چرت و پرتا روزا بگن 1000 تا 2000 تا و پیام بذارن هر کسی اونجا یه چیزی. اینایی که من دارم به شما میگم رو اینا رو باید بید. یک، پارسی، زبان ما پارسیه، چرا به تازیان اجازه بدیم سادات تازی تا همین الان بیان بگن زبان فارسی، آخه فارسیه، فارس فارس تهرانه، اجازه ندید. خلیج فارس نداریم، خلیج پارس داریم. عرب ها چون 4 تا حرف نداشتن و چون زبان محمد میگرفت، محمد خیلی از واژه ها رو عوض میکرد. ابریق تو قرآن هست، آبریز ایرانی است و خیلی چیزه. من اینا رو شرح دادم، لیستش رو تو کتاب قرآن سودی به سبک پارسی. پارسی بایستی سخن بگید، پارسی بایستی اندیشه کنی، اندیشه به پارسی باشه. بیان چرت و پرت قرآن و اینا صبح تا شب ساعت بنگ کنن رو یک آیه، اصلا بگو من اینها رو نمیشناسم به رسمیت، سرمون رو بند. منو که میبینین سیاوش ارسطویی 64 سالم،
امسال 50مین سال فعالیت و تلاش منه. 50 سال من دارم برای این اندیشه و تفکر تلاش میکنم. ما اول که رادیکال شروع نکردیم که، ما اول تو ایران اومدیم نشتیم پیشتاز مبارزات خلق، یعنی میشه که دیدیم نه آقا، نشتیم اسلام منهای روحانیت. از یکی دیگه از کتابای منه که گفتم از این اسلام رو از روحانیت بگیریم. خمینی خودش اومد به من حمله کرد، گفت چطور ما بیام حمله کنیم اسلام منهای روحانیت، اسلام روحانیت بگیریم، هیچیش نمونه. بعد ما دیدیم ما چاره نداریم، باید هم حرف خودمون رو بزنیم. ما نمیتونیم مثل 4600 سال پیش تقیه کنیم بیام بگیم شیعه‌گری رو بگیم شیعه‌گری نوعی از زرتشتی و فلان و ایناست، دوازده امام امشاسپنداز تمام شد، تقیه زرتشتیان در ایران تمام شد. بایستیم برای همین ما میگیم نوین زرتشتیان، ما میگیم همبستگی فرهنگ جهانی اوستا. ما دیگه نمیخوایم وارد این مسائل بشیم، بگیم آقا ما الله اکبر میگه، اشهد ان محمد رسول الله میگه، ما نمیگیم اشهد ان علی ان ولی الله، یعنی رئیس جمهور علی، چون دو تا دو بار جنگیده و عربا رو زده کشته. نه آقا، تمام شد، تقیه دیگه نمیکنیم با این عصر جدید. خب پارسی سخن بگیم، پارسی اندیشه کنیم، فرهنگ پارسی رو به بچهای خودمون آموزش بدیم، نامهای پارسی رو استفاده کنیم. چرا تو میای میگی 2500 سال خود پادشاه این تاریخ رو پس گرفت؟ پادشاه وقتی فهمید این تاریخ جعلیه، شاهنشاهی ایرانی 7000 سال 8000 سال قدمت داره، اومد پس گرفت. ایرانیان بیش از 7000 سال فرمانروایی چه کردن؟ و بعد اندیشه و تفکر شهریگری که مال میتراست، میترا که الان دنیا رو گرفته، 7700 ایم ما، در سال 7759 آریایی میترایی هستیم. چرا بیایم تاریخ فرار یک تازی رو از یه ده به ده دیگه؟ آقا 1400 تازی بیچاره بدبخت، 1400 که 43 سال پیش بود، چون خود عربا الان در سال 1443 هستن، درست در سال 1400 اینا بود که اقتدار شاهنشاهی ایران رو از بین بردن. بازم ما ابراهیمی رو نمیفهمیم. 1400 که من در آوردم یه شرح دادیم ما در همون تقویم، این تاریخ 1400 قمری هجری میگن، در برابر قمری است، میگن هجری شمسی است. این رو یک نجم الدین زمان قاجار ابداع کرد، اصلا ریشه نداره، میگن به عمر خیام دروغه. تاریخ ماست که 7750 هستیم که تاریخ خیام هست، تاریخ آریایی میتونی است، بعد تاریخ آریایی خودت استفاده کن. و یادتون نره بچه‌ها، اینو خوب گوش کنید، ما اگر میخوایم فردای درخشان داشته باشیم، بایستی از دیگر مکتبها و اندیشه‌ها درس بگیریم، مثل اونا عمل کنیم تا موفق بشیم. شما یک زرتشتی ابله پیدا نمی‌کنید، غیر از اونایی که به خاطر مصلحتشون کار میکنن، اونا کار ندارن. ما شما این زرتشتی هر جای دنیا باشه ترقی کرده، رشد کرده، گدا نیست بیادم که چاروازی بگاه 2000 بده. تو این پاریس گداهای فرامون داریم، همه مسلمونن، نه 2000 میخواد. شما یک زرتشتی گدا نمیبینی و با شغل کوتاه و اندک و پایین، یک بهایی گدا نمیبینی. بهایی همه با افتخار دارن در دنیا زندگی میکنن، زمان منبرت شام میکردن. ارمنی های ما، ارمنی ها همون مسیحی که ایران ارمنی هستن بیشترشون، یک ارمنی نامرد نمیبینی، دروغگو نمیبینی، دغلباز نمیبینی. من از کودکی با ارمنی ها آشنایی داشتم. یک یهودی ندیدی تو که ایرانی باشه به ایران خیانت کرده باشه. فروغی یهودی است، وقتی رضا شاه رو ببینم میگن من رضا شاه میذارم جاش. الغانیان یهودی است، ایران رو ساخت. یهودیایی که در ایران بودن از همه شما دیگران مسلمان ها میهن پرستر بودن تا به امروز. آمریکا هم که رفتن موسیقی و فرهنگ ایران رو نگه داشتن اونجا، یک خیانت نکردم. الانم به میهنشون وفادارم. ما باید از اینها بیاموزیم. اسلام به ما چیزی نداره که بیاموزیم ازش، هیچ چیز. بیاموز از زرتشتی، بیاموز از بهایی، بیاموز از ارمنی، بیاموز از یهودی. فر و شکوه و بزرگی و علم و دانش و پیشرفت جهان و میهنت رو عزیزان من. و ما یک لیست داریم، 50 نفر پیام‌آوران خرد. این 50 نفر پیام‌آوران خرد کسانی هستند که بین اونها خودشون امکان داره با هم دعوا کنن، ولی سیاوش اوستا این 50 نفر رو به جهان معرفی کرده به عنوان پیام‌آوران خرد. اگر خودشون داخل با هم اختلافاتی دارن از نظر فکری، ولی من اینها رو پیام‌آور خرد میدونم. این 50 نفر پیام‌آور خرد رو شما وظیفتون اینه که فقط حرفای اینا رو منتشر کنید، نه اینکه بیان حرفای حسن خمینی رو منتشر کنید، حرفای رئیسی رو، هم حرفای زاکانی رو، فردا از اینا از این دکونه براتون زیاد، اینا ول کنید اصلا، بذارید تو توفاله مطرحشون نکنید. 50 نفر پیام‌آوران خرد
اسمشون در تقویم 7000 ساله آریمیتری هست، iran7000.com میرید دانلودش میکنید، یا من همینجا براتون خواهم فرستاد که بعد بتونید دانلود کنید، به همراه چند کتاب بهتون هدیه میدم، هم دست هم اینجا میتونید بعدم بگیرید از همین صفحه، و اینها رو روزانه پخش کنید، یعنی آگاهی بخشی کنید. اگر میخواین ایران آزاد بشه باید آگاهی بخش کنید، اگر میخواین بیافتین به حاشیه، همونطور که ادمین عزیز به من گفت موقع گفت ما رو به حاشیه نندازن، همه ما رو انداختن تو حاشیه، همه ما از صبح که بیدار میشیم تا شب تو باقالی هستیم. به من روزی 50 تا تلفن میشه، من دوتاشم جواب نمیدم، من پیغام میذاره ببینم کارش چیه، بعد بهش میذارم. اگر این هست که میخواد من ببره تو حاشیه، میگم آقا کتاب فلان ما نوشتیم 40 سال پیش، برو بخون. 30 سال پیش نوشتم خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد. میخوای بفهمی روحانیت کیه، خدا چیه، 124000 تا پیغمبر این چرندیات چیه، برو 60 صفحه کتاب خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد بخون. حالا من بیام دوباره برای اینا وقتمو بگذارم که بخوام، اینا میخوان وقت منو بکشن، وقت تو رو میخوان بکشن. اینا همون سادات تازی هستن، دشمنان که با نام پرسش و بچه. ولی اینجا خیرتمندانه است، شما چند سال از من کردید، سوالات خیرتمندانه و پیداست که گروهی خیرتمند فرهیخته این جمع و این گروه داره میگردونه. ولی یادتون نره یک انتقاد بزرگی که من به شما دارم اینه که در روز 2-3000 تا پیک میاد روی این صفحه، هیچ کس نمیتونه همون رو بخونه، همون هم برای که شما بزن سر کار که از دروغ ها و خرافات اسلام فارغ بشید. شما فقط بگید آقا اینجا میاد دروغ ها و خرافات اسلام رو بگید. یادتون نره بچه ها، آزادی تحمل عقیده مخالف، ولی نه اینکه آزادی یعنی تحمل قتل و کشتار و فساد و جاهلیت. یکی میخواد با جاهلیت بیاد به تو بگه آقا ما مسلمانم دارم، آقا اصلا من نفیه قتل هیتلر قابل دفاع نیست، بدتر از هیتلر اینا با ما کردن. هیتلر رو در اروپا در همین پاریس من کسی اسمشو بیاره جرم محسوب میشه. شما باید این پایه و ریشه بذارید، نه به جرم دفاع. آقا آزادی این تحمل عقیده مخالف، مگه شما میکنین تحمل عقیده ما با اسلام هیچ کاری نداریم بچه ها. شما میخواین نسلتون روشن بشه، مردم آگاه بشن، فردا ایرانی دیگر داشته باشیم، بایستی اصلا به اسلام نپردازید، نه این سرتون رو کلاه بذارن بند بکنن که علی و محمد و تقی و بعدم فردا به نام کوروش و کیوان و اوستا بیان به شما بخوام. آقا این که این سوالش اونه که این آیه قرآن که اینو گفته که اون گفته که، آقا اون تاریخ طبری رو که اون رد کرده که، بریزید تو سطل آشغال. شما باید توسن اسب رخش زرین خردگرایی مبارزه با دروغ و خرافات رو پیش ببرید، به هیچ عنوان وارد بازی تازیان حاکم نشید، سادات تازی حاکم نشید. اینا یک لشکر سایبری دارن که میان سرتون علیکی برمان. شما خرد رو پخشش کنید، حرفای کسروی رو بیان پخش کنید، حرفای صادق هدایت رو بیاد پخش کنید، حرفای دکتر کوروش آریامنش رو بیاد پخش کنید، حرفای شجاع‌الدین شفق رو بیاد پخش کنید، حرفای همه این بزرگ رضا فاضلی رو بیاد هر روز کاراشو بذارید پخش کنید. سیاوش اوستا براتون 120 جلد کتاب داره. به برنامه تلویزیون ما حتی به زبان فرانسه، فارسی، عربی هم داریم. اعراب بسیاری الان سر عقل اومدن، اعراب. شما اینها رو پخش کنید، نه این وارد بازی اسلام بشید. اسلام قابل دفاع نیست، هر کی از اسلام خواست دفاع کنه بگو برو توی 5 تا کتاب بخون بعد بیا. اینو خوب گوش کنید بچه‌ها، کسی اومد مسلمان بود خواست از اسلام دفاع کنه، 5 تا کتاب میگید بره بخونی بیاد. از کتابای من با خدا رقصیدم، الله اکبر، اسلام شناسی دکتر انصاری، سنجش افکار و اندیشه های ایرانی با تازی دکتر کوروش آریامنش، بهش بگین آقا ما با مسلمان اصلا بحث نداریم، وقتتون رو علکی هدر نکنید بچه ها.